به نام خدای یکتای بی همتا. احادیث مبارک پیامبر صلی الله علیه و سلم و جایگاه آن در شریعت. ستایش مخصوص ذات خدایی که پروردگار جهانیان است، همان ذاتی که در قرآن کریم می فرماید: و ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا و اتقوا الله ان الله شدید العقاب. ترجمه: و آنچه که رسول الله به شما بدهد آن را بگیرید و از آنچه که شما را از آن نهی کرده است پس خودداری کنید و از الله بترسید، بیگمان الله سخت کیفر است. گواهی می دهم که هیچ خدایی بر حق جز آن الله واحد نیست و همچنان گواهی می دهم که حضرت محمد صلی الله علیه و سلم بنده و فرستاده خداست. پیامبری که فرمود در میان شما دو چیز را گذاشتم تا زمانی به آن دو چنگ بزنید گمراه نمی شوید. آن دو کتاب الله و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم است. الهی بر پیامبر و آل و اصحاب او همه پیروان او درود، رحمت، سلامتی و برکت نازل فرما. اما بعد، بدون شک خداوند انبیا و رسولانش را فرستاده است تا بشریت را هدایت کند و از تاریکی های هلاکت به سوی روشنایی نجات راهنماییشان بخشد. خداوند می فرماید، ترجمه: و براستی که پیامبران خود را با دلایل روشن فرستادیم و با آنها کتاب آسمانی و میزان یعنی عدالت نازل کردیم تا مردم به عدالت قیام کنند. و سپس الله سبحانه و تعالی رسالت را با آخرین پیامبر خیش حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم اختتام بخشید و آن جناب را با عنوان شاهد و گواه بر اعمال پیشینیان و دعوتگر به سوی راه روشنی مبعوث کرد که صلاحیت تطبیق در هر زمان و مکان را دارد و بر او کتاب محکمی یعنی قرآن را به شکل معجزه نازل کرد که هیچ باطل بر آن پیش نمی شود و همچنان خداوند بر آن جناب سنت های مبارکه را وحی کرد تا قرآن را شرح و مجمل آن را تفسیر نماید. خداوند می فرماید: و از روی هوا و هوس یا سخن هوای نفس سخن نمی گوید، این نیست جز آن که به او وحی می شود و به جز وحی چیزی نمی گوید. و در جای دیگری نیز خداوند می فرماید: ما این قرآن را برای تو نازل کردیم تا برای مردم روشن سازی آنچه را که به سوی آنها نازل شده است و باشد که آنها بیندیشند. و همچنان حدیثی نیز از آن حضرت صلی الله علیه و سلم روایت است که فرمودند: بدانید که بر من قرآن و مثل آن از سنت داده شده است. و از نظر بیننده قرآن پنهان نیست که در چندین جای از قرآن خداوند میان امر خودش و امر رسولش صلی الله علیه و سلم جمع کرده می فرماید: ای کسانی که ایمان آورده اید، دعوت الله و پیامبر او را اجابت کنید. هنگامی که شما را به سوی او چیزی فراه می خواند که شما را حیات و زندگی می بخشد و رضای خودش را نیز با رضای رسولش محمد صلی الله علیه و سلم یک جا بیان نموده است، طوری که می فرماید: منافقان برای شما به الله سوگند یاد می کنند تا شما را خوشنود سازند، در حالی که اگر ایمان داشتند شایسته تر این است که الله و رسولش را خوشنود سازند. و در جای دیگری هم خداوند اطاعت از خود و اطاعت از رسولش را جمع کرده است و اطاعت از خود و رسولش را سبب حصول رحمت خیش شمارده است. و در جای دیگری هم خداوند تأکید می کند زمان رحمت الله شامل حال بندگان می شود که در پهلوی اطاعت از اوامر خداوند از اوامر رسولش نیز اطاعت به عمل آید. می فرماید: و الله و پیامبرش را اطاعت کنید تا مورد رحمت خدا قرار گیرید. و همچنان در همین زمینه از فقها نیز اجماع وجود دارد که سنت های مبارک پیامبر صلی الله علیه و سلم دلیل و مصدر دوم از مصادر شریعت اسلام است. خداوند می فرماید: و الله کتاب و حکمت یعنی سنت بر تو نازل کرد و اون چرا نمی دانستی به تو آموخت و فضل الله بر تو همیشه بزرگ بوده است. و سنت های پیامبر صلی الله علیه و سلم شامل گفتار، کردار، تقریرها و همه افعال آن حضرت صلی الله علیه و سلم می شود. خداوند می فرماید: یقینا برای شما در زندگی رسول سرمشق نیکویی است برای آنان که به الله و روز آخرت امید دارند و الله را بسیار یاد می کنند
و از حضرت عمران فرزند حسین نیز روایت است که فرمودند من هر آنچه را از پیامبر صلی الله علیه و سلم میشنیدم نوشته میکردم. اهل قریش مرا از این کار ممانعت کردند و گفتند آیا هر آنچه را از رسول الله میشنوی مینویسی؟ در حالی که رسول الله در هر حالتی از خوشی، قهر و غیره سخن میگوید. عمران فرزند حسین میگوید من بعد از این دیگر از نوشتن باز ایستادم تا اینکه موضوع را به رسول الله صلی الله علیه و سلم ذکر کردم. پیامبر صلی الله علیه و سلم همراه دستانش به سوی دهن مبارکشان اشاره کرد و گفت بنویس سوگند به ذاتی که جان من به اختیار اوست از این دهن جز سخن حق بیرون نمی شود. بنان قرآن کریم مصدر اول و سنت مبارک پیامبر صلی الله علیه و سلم مصدر دوم در شریعت اسلام است، زیرا رسول الله صلی الله علیه و سلم داناترین انسان به مقصد الله بوده و فیصله آن جناب نیز مطابق حکم و فیصله خداوند می باشد. خداوند می فرماید و هیچ مرد مؤمن و زن مؤمنی را نسزد هنگامی که الله و پیامبرش کاری را حاکم کنند آن که آنها در کارشان اختیاری باشد و هر کس الله و پیامبرش را نافرمانی کند براستی که در گمراهی آشکاری گرفتار خواهد شد. و در جای دیگری هم خداوند می فرماید نه سوگند به پروردگارت که آنها ایمان نمی آورند مگر اینکه در اختلافات خیش تو را داور قرار دهند و سپس از داوری تو در دل خود احساس ناراحتی نکنند و کاملا تسلیم باشند. و در جای هم خداوند ما را از مخالفت امر پیامبر صلی الله علیه و سلم منع نموده فرموده است و هنگامی که خبری از ایمنی و پیروزی یا ترس و شکست به آنها برسد آن را شایع می سازند، در حالی که اگر آن را به پیامبر صلی الله علیه و سلم و صاحبان امرشان باز می گرداندند از حقیقت امر آگاه می شدند. و بدون شک احادیث پیامبر بیان کننده اجمال قرآن است. قسمی که امر به ادای نماز، زکات، حج و دیگر احکام دین در قرآن مجمل ذکر شده چگونگی عمل بر آنها معلوم نیست و پیامبر آن را گاهی به گفتار و گاهی هم به کردارش تفسیر نموده است. مثل که در موضوع نماز پیامبر خود صلی الله علیه و سلم خود نماز می خواند و می گوید چنانچه مرا دیدید نماز خواندم شما نیز نماز بخوانید که به فعلشان بیان کرده است. و در جای دیگری هم به گفتارشان بیان می کند و می فرماید وقتی خواستید نماز بخوانید اول تکبیر بگویید و بعد از تکبیر آنچه را از قرآن برایتان آسان بود تلاوت کنید و بعد از آن رکوع کنید و بعد از رکوع درست استاده شوید و بعد از آن به شکل بسیار آرام سجده بجا آرید و بعد از سجده اول مطمئن بنشینید و به همین شکل تمام نماز را ادا کنید. و همچنان سنت های رسول الله در موضوع زکات نیز بسیاری از فروع آن را واضح و اندازه آن را بیان کرده است. همچنان در موضوع حج پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرماید مناسک حج تان را از من یاد بگیرید. و وقتی که شخصی نزد حضرت عمران فرزند حسین آمد و گفت این چی است که شما عمل می کنید؟ این که به حدیث عمل می کنید آیا قرآن را ترک کرده اید؟ حضرت عمران برایش گفت به من بگو اگر سنت پیامبر نمی بود چی می دانستید که نماز ظهر چند و نماز عصر چند رکعت است و چی می دانستید وقت نماز شام و دیگر نمازها چی وقت است؟ همچنان از کجا می دانستید که استادن به عرفه و زدن شیاطین چگونه است؟ برادران مسلمان وقتی ما تأکید بر جایگاه و منزلت سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم در شریعت داریم این به آن معنا نیست که ما مردم را به بهانه عمل به سنت پیامبر به انجام یک عادت معین در یک زمان خاص مجبور کنیم، بلکه بر ما لازم است فرق واضح میان آن سنت های داشته باشیم که مربوط به عرف و عادات یک وقت خاص است مثل پوشیدن لباس، اسباب سفر و غیره، زیرا آنچه مربوط به عرف و عادات مردم می شود با گذشت زمان و مکان تغییر پذیر است تا زمانی که با ثوابت شرع شریف در تضاد واقع نشود. مثلا پوشاندن سر در زمان امام شافعی در عرف مردم آن زمان عیب بود. امام شافعی نیز طبق عرف رایج وقتش پوشاندن سر را از جوان مردی حساب کرد و امروز در عرف و عادات زمان ما نپوشاندن سر عیب پنداشته نمی شود و مردم ما با آن مشکلی هم ندارند. تأکید می کنیم بر اینکه دشمنان سنت پیامبر دو نوعند.
آنهایی که دین خدا را تحریف و بر سر آن تجارت می کنند و به نام دین خانه های مردم را خراب و خونه های بیگناهان را می ریزند و می پندارند که کار خوبی انجام دادند. اینها همان متنطعون هستند که پیامبر ما را از آنها برحذر داشته است و 3 بار تکراراً دعا کردند که متنطعون هلاک باد. از حضرت عمر روایت است که پیامبر صلی الله علیه و سلم از بیشترین چیزی که بر امتم میترسه منافقان شیرین زبان هستند. کسانی دوم از دشمنان حادثه پیامبر صلی الله علیه و سلم کسانی هستند که از نور علم کدام بهره نگرفتند. پیامبر فرمود الله متعال علم را به یک باره از سینه های انسان ها محو نمی کند، بلکه با وفات علما آن را از بین می برد تا جایی که الله عالمی را باقی نمی گذارد و مردم جاهلان را رهبر خود قرار می دهند و مسائل خود را از آنها می پرسند و رهبرانشان بدون علم فتوا می دهند که هم خود گمراه می شوند و هم دیگران را به گمراهی می کشند. و سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم از همه این جهالت موجود که از شان و علای سنت میکاهد و منهج وسط اسلام را زیر سوال میبرد بیزار است. بدون شک همه این افراد و تفرید از منهج میان روی اسلام به دور بوده و با مقاصد اساسی شریعت اسلام در تضاد است و ظلم و خیانت بزرگ در حق سنت پیامبر میباشد. از این رو بر علما متخصصین است تا در اصلاح این قلب های مریض و انسان های گمراه زحمت بکشند. پس ما ضرورت اساسی داریم با اینکه به ظواهر نصوص اکتفا نکرده سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم را درست درک کنیم و این کار ممکن نیست مگر به فهم درست و مقاصدی از سنت های پیامبر صلی الله علیه و سلم مطابق به هر زمان و مکان. این همان تجدیدی است که احادیث پیامبر خدا به شریعت را به سوی آن فرا میخواند، چنانچه پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرماید بیگمان خداوند در سر هر 100 سال برای این امت کسی را برمیگزیند که دین این امت را برایشان تجدید میکند. الهی ما را به فهم کتاب و فهم سنت های مبارک پیامبرت توفیق نصیب کن و ما را آنچه بیاموز که بر ما فایده رساند و بر ما به ثواب آنچه که آموختیم نفع برسان و شهر ما و همه شهرهای مسلمانان را در حفظ خود داشته باش. آمین.